مقاومت ایران طی اطلاعیهای به اقدام فوری بین المللی برای آزادی احمد رضا جلالی و ممانعت از اعدام وی فراخوان داد در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت به تاریخ پنجم آذر 99 آمده است مقاومت ایران دبیر کل ملل متحد کمیسر عالی و شورای عالی حقوق بشر ملل متحد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری و مؤثر برای جلوگیری از اعدام دکتر احمد رضا جلالی توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران و آزادی وی فرا میخواند به گزارش خانواده آقای جلالی او در روزهای اخیر به سلول انفرادی اوین منتقل شده و به او گفته شده به زودی اعدام خواهد شد آقای جلالی در اردیبهشت 1395 دستگیر شد و در مهر ماه 96 در بیدادگاه های رژیم آخوندی به اعدام محکوم شد. دیوان عالی آخوندها نیز به فاصله کوتاهی این حکم را تایید کرد. اطلاعیه دبیرخانه شورا می گروگانگیری و زندانی کردن اتباع خارجی و ایرانیان مقیم کشورهای خارجی به منظور کلاشی و کسب امتیاز و اعمال فشار روی دولتهای خارجی از اولین سال حکومت آخوندها شروع شده و در سایه سیاست مماشات و در قیاب به یک اکسل عمل قاطع بین المللی تا به امروز ادامه یافته است. محکومیت لفظی این اقدامات جنایتکارانه به تنهایی کافی نیست. جامعه جهانی و به خصوص اتحادیه اروپا باید با اقدامات مؤثر عملی از جمله ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت ملل متحد به آخوندها بفهماند که دیگر گروگانگیری و اعدام و قتل عام و کشتار تحمل نخواهد شد. عفو بین‌الملل خواستار توقف اعدام احمد رضا جلالی شد و اعلام کرد جلالی به سلول انفرادی اوین منتقل شده و توسط مقامات دادستانی به او گفته شده که اعدامش قریب الوقوع است. عفو بین‌الملل تاکید کرد این انزجارآور است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای توقف حکم اعدام جلالی و بعد آزاد کردن او مقام های رژیم ایران تصمیم به این بی ادالتی آشکار گرفتند.